به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. کشته و زخمی شدن 84 جنگجوی طالبان در 24 ساعت گذشته. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن 84 جنگجوی گروه طالبان در 24 ساعت گذشته خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان در یک خبرنامه امروز شنبه 23 اوت سال 1399 نوشت در درگیری ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی 55 طالب تروریست کشته، 29 تن زخمی و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان تخریب گردید. این وزارت افزوده است که همچنان 30 حلقمان که از سوی طالبان در نقاط مختلف کشور جابجا گردیده بود کشف و خونسا گردید. وزارت دفاع ملی افغانستان درباره جاهای کشته شدن جنگجویان طالبان نوشته است که این طالبان در ولایت‌های ننگرهار، بغلان، هلمند و کندهار کشته و زخمی شدند. یادآوری می‌کنیم که ولایت‌های ننگرهار، بغلان، هلمند و کندهار در سال‌های پسین گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگجویان طالبان بوده است و در این جنگ ها هزاران خانواده بیجا شده و صدها نیروی دولتی و جنگجویان گروه طالبان کشته و زخمی شدند. دستگیری 55 تن در پیوند بر بوده شدن عبدالرؤوف. رئیس امنیت ملی افغانستان از دستگیری 55 تن در پیوند بر بوده شدن کودک بلخی خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان امروز در نشست خبری گفت در پیوند بر بوده شدن عبدالرؤوف کودک بلخی تا کنون 55 تن دستگیر شدند. او افزود نیروهای امنیتی به آزادی این کودک نزدیک شدند. او همچنان در پیوند بر ترورهای هدفمند گفت که 75 فرد تنها در کابل دستگیر شدند. یادآوری میکنیم که ترورهای هدفمند کارمندان دولتی در بزرگ شهرهای افغانستان در سالهای پسین افزایش پیدا کرده است. نشست امنیتی به رهبری اشرف غنی با اشتراک مارشال دوستم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از بررسی وضعیت عمومی امنیتی شمال این کشور از سوی رئیس جمهور خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان نوشت نشست فوق‌العاده امنیتی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از ظهر امروز وضعیت عمومی امنیتی شمال کشور را مورد بررسی قرار داد. ارگ افزوده است که در این جلسه که در ارگ انجام شد ضمن بررسی وضعیت عمومی امنیتی شمال کشور از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی قدردانی شد و در خصوص جلب و جذب به صفوف قوای مسلح و توجه به تجهیز و حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی و دفاعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. یادآوری میکنیم که در 10 سال پسین وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال افغانستان به خرابی گراییده است و جنگجویان گروه طالبان و داعش حضور گسترده ای دارند. چاره اندیشی نابه هنگام سرقومندان اعلی، خبرگزاری 8 صبح. فضای سیاسی در افغانستان پر التهاب است. موضع جدید دولت امریکا به رهبری بایدن در رابطه با روند صلح افغانستان برگمانزنی ها در باب جنگ و صلح در این کشور افزوده است و همه چیز خبر از رویدادهای جدید می دهد که قرار است بازی دراماتیک صلح با طالبان را در شکل و قاعده جدید بار دیگر شتاب ببخشد. کابل بیش از هر زمان در تلاطم سیاسی است. دولت افغانستان که به بازنگری توافق صلح امریکا و طالبان توسط دولت بایدن چشم دوخته بود با طرح تقسیم قدرت زلمی‌خلیلزاد که اشرف غنی کاغذش پاره اش خوان و نامه وزیر خارجه امریکا کامرالله صالح آن را هم ردیف بم، دسیسه و غوغا خوان غافلگیر شده است. در این میان رئیس جمهور افغانستان برای ایستادن بر موضع اخیرش در برابر طرح تقسیم قدرت خلیلزاد و موضع جدید دولت امریکا این روزها در پای چاره‌اندیشی برآمده است. در این نوشته به این نکته پرداخته می شود که چاره‌اندیشی نابه هنگام آقای غنی چقدر می تواند درد بی پناه سیاسی او را در این وهله پرآشوب درمان کند و گفتگوهای صلح افغانستان را در مسیر درست قرار دهد.
آقای غنی از زمان به قدرت رسیدن در سال 2014 تا کنون هیچ گاهی چنین تنها و بی‌پناه نبوده است. این بی‌پناهی او و نزدیکانش را حتی معاون اولش به تنهایی امام حسین در دشت کربلا تشبیه کرده است. سوال اما اینجا است که این تنهایی و بی‌پناهی از کجا می آید؟ آقای غنی که 7 سال قبل در آغاز دور اول ریاست جمهوریش حمایت خارجی ها به شمول تعهد مالی کشورهای کمک کننده و حمایت نظامی ناتو و امریکا دلبستگی افغان ها به دانش و تجربهش و همکاری و همراهی نسبی کشورهای منطقه در تأمین صلح و ثبات در افغانستان را به همراه داشت، چرا امروز خود را در دشت کربلا می‌بیند؟ آقای غنی سرخورده از حمایت خارجی ها و احتمالاً پشیمان از اشتباهات وحشتناک خود در ماه‌های اخیر در صدد جلب حمایت قانون‌های سنتی قدرت در افغانستان برآمده است. او با وجود این که در طول زمان ریاست جمهوریش دیوار بی‌اعتمادی میان خود و بسیار از رهبران قومی سیاسی افغانستان را از دیوار ارگ بالاتر برده بود، بار دیگر از سر ناگزیری دست به دامان همین چهره ها شده است. محمد محقق از جمله چهره های سیاسی که رابطه پرتنج با آقای غنی داشت در پی یک سازش در همین اواخر به عنوان مشاور ارشد سیاسی او منصوب شد. آقای محقق خندک قبل یا بعد از منصوب شدنش در این سمت در یکی از مصاحبه هایش با یک رسانه داخلی رهبران مجاهدین را به درخت تشبیه کرد و گفته بود هر کس درخت را با تکیه به زورش بیش از حد کش کند نافش می رود. واضح است که در سالهای اخیر هیچ کس به اندازه آقای غنی در صدد کش و قوس با رهبران مجاهدین نبوده است. چند ماه قبل نظام الدین قیصری فرمانده از وقت نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب نیست از طرف دولت به کابل دعوت شد. آقای قیصری قبلا یک بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی شده بود. نیروهای دولتی همچنان به تاریخ 25 قوس سال 1390 است مجهز با سلاح سبک و سنگین بر خانه آقای قیصری در شهر مزار شریف حمله نموده بودند تا او را دستگیر کنند. آقای غنی به تاریخ 19 اوت در ارگ ریاست جمهوری با مارشال دوستم دیدار و گفتگو کرده است. آقای دوستم پس از 2 سال از جوزجان به کابل برگشته است. همین دوری مارشال جدید افغانستان از مرکز قدرت خود نشان دیگر از کش و قوس آقای غنی با رهبران مجاهدین است. تشکر که تا آخری ویدیو با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شبتان خوش.